سرخط خبرها. ای کاش میمردم و چنین حادثه رو شاهد نبودم. ما یک دلیل سقوط هواپیمای اوکراین اصابت موشک سپاه پاسداران. فرمانده هوافضای سپاه میگوید همه مسئولیت را میپذیریم. تا زمانی که پرواز ما به تهران رفته بود ما هیچ خبری از هیچ تهدید ممکن نداشتیم. رئیس خط هوایی اوکراین میگوید ایران هیچ اخطاری قبل از پرواز به آنها نداده بود. رئیس جمهوری اوکراین از ایران تقاضای غرامت کرد. اشک و آواز در سوگ دانشجویان کشته شده در دانشگاه تورنتو. خانواده جان باختگان این حادثه از غم از دست دادن عزیزانشان میگویند. میدونم رژیم ایران خیلی خیلی هم فاشیسته هم دیکتاتوریه هم همه چیه، ولی از این برم نمیخوام کشورم بمباران بشه، نمیخوام مردمم بمیرن. و تظاهرات در مرکز لندن علیه جنگ با ایران. رهبر حزب کارگر بریتانیا در این تجمع سخنرانی میکند. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرده هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که از تهران به کیف میرفت به دلیل خطای انسانی و به اشتباه مورد اصابت موشک پدافند هوایی ایران قرار گرفته. بعد از سه روز پنهانکاری، دروغ و گاهی حرفهای ضد و نقیض مقامهای مسئول، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت ترجیح میداد بمیرد تا شاهد چنین روزی باشد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دستور پیگیری داده. حسن روحانی رئیس جمهوری اظهار تأسف کرده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم عذرخواهی. رئیس شرکت هوایی بین المللی اوکراین گفته تمام پروازها به ایران متوقف شده و از ایران انتقاد کرده که چرا در شرایط مشابه جنگ فضای هوایی تهران را به روی پروازها نبسته بوده. پیش از این مقام‌های غربی از جمله نخست وزیر کانادا گفته بودند این هواپیما هدف پدافند ایران قرار گرفته است. این هواپیما روز چهارشنبه و همزمان با حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق هدف قرار گرفت و سقوط کرد. تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. آنها شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، افغانستان و سوئد بودند. صدور اطلاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران واکنش‌های زیادی را به همراه داشته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. هواپیما با موشک ساقط شده. جمله‌ای که دیگر نه به عنوان شایعه بلکه به عنوان واقعیت مطرح می شود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران صبح امروز اطلاعیه‌ای در مورد سانحه هواپیمای 737 اوکراین منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده در هنگام چرخش هواپیما کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار گرفت که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت قرار گرفت. موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید که سامانه پدافند ساعت 12 شب در محل شلیک مستقر شده بود و هواپیمای اوکراینی را موشک کروز تشخیص داده و برای همین شلیک کرده است. متاسفیم، بالاخره اینها هزینه این شیطنت‌ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد. رهبر ایران هم در پیامی به ستاد کل نیروهای مسلح دستور داد کوتاهی ها یا تقصیر ها را پیگیری کند و مراقبت کند که چنین سانحه ای تکرار نشود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم کمی بعد بیانیه داد.
در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران، پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش 100% قرار داشتند که متاسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه به یک فاجعه بزرگ منجر شد و ده‌ها انسان بیگناه قربانی شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم در توییتر تسلیت گفت و عذر خواهی کرد. یک روز غمناک، نتایج اولیه تحقیقات داخلی نیروهای مسلح، خطای انسانی در لحظات بحرانی که ماجراجویی آمریکا موجب آن شده بود، منجر به فاجعه شد. تأسف، عذرخواهی و تسلیت عمیق ما به مردم، خانواده همه قربانیان و ملت‌های متأثر از این واقعه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته انتظارش از ایران تحقیق کامل و شفاف، اجرای عدالت در حق عاملان، بازگرداندن اجساد، پرداخت غرامت و عذرخواهی رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در بیانیه‌ای گفته که تمرکز کشورش بر این مسائل است: وداع مناسب با قربانیان، پاسخگو کردن مسببان، شفافیت و عدالت برای خانواده ها و عزیزان قربانیان. دیروز مقام های ایران خبرهای منتشر شده از سوی منابع اطلاعاتی آمریکا و نخست وزیر کانادا را فضاسازی های مشکوک و عملیات روانی خوانده بودند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی برانگیخته و سوال های زیادی ایجاد کرده، از جمله اینکه چرا بامداد چهارشنبه در زمان سقوط هواپیما پرواز هواپیمای مسافربری متوقف نشده بود. سیاوش امیر مکری مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور در پاسخ به این سوال گفته دستورالعمل لغو و تأخیر پروازها برای چنین موضوعاتی را پدافند اعلام می کند. در روزهای اخیر مقام های ایران بارها ماجرای هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا در دوران جنگ ایران و عراق را یادآوری کرده بودند. حالا شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فیلمی از سخنرانی رهبر ایران در مورد آن حادثه را همرسانی کردند. و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردی. غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردیم یعنی چه؟ هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین صبح چهارشنبه، دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی در مسیر کیف در سبا شهر، از توابع شهرستان شهریار هدف قرار گرفت. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. کسی زنده نماند. تمامی 176 سرنشینش جان خود را از دست دادند. اکثر جانباختگان ایرانی و یا ایرانی کانادایی بودند. مهدی بیگی، بی بی سی. ساعت پیش یوگنی دکنه رئیس خطوط هوایی بین المللی اوکراین در کنفرانس خبری جزئیات حادثه سقوط هواپیمای مسافربری این کشور در تهران را توضیح داد و گفت ایران هیچ هشدار امنیتی به این شرکت نداده بود. اطلاعاتی که ما داشتیم در فرودگاه بوریسپول در کیف، هیچ اطلاعاتی نبود که دال بر این باشه که خطری متوجه این پرواز هست. هیچ اطلاعاتی در این رابطه به کمپانی ما، به شرکت ما ارائه نشده بود. تا زمانی که پرواز ما به تهران رفته بود، ما هیچ خبری از هیچ تهدید ممکن نداشتیم. هیچ هشداری، هیچ پیامی از جانب مقام های مسئول به ما داده نشد. مثلا اینکه مثلا وقتی یک بحرانی بین هند و پاکستان اتفاق افتاد، طرف پاکستانی نهاد هوانوردی هواپیمایی کشوری پاکستانی به ما، به شرکت های هواپیمایی پیام داد که پروازها رو در حریم هوایی این کشور متوقف کنند و طبیعتا شرکت های هواپیمایی هم به اون هشدار عمل کردند. یک مکانیزمی و یک قوانین رفتاری مشخصی است که به طور مشخص برای هواپیماهای غیر نظامی، شرکت های هوانوردی غیر نظامی طراحی شده که در شرایط این چنینی چطور باید رفتار کنند.
محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار از مشهد با ما هستند. آقای جوادی حصار، فکر می‌کنید که مقامات در ایران با چه شیوه‌ای دارند این بحران رو مدیریت می‌کنند؟ به نام خدا. احساس می‌کنم که تحت فشار شدید و فشار افکار عمومی و فشار بین‌المللی شدیدی دارن شرایط مدیریت می‌کنن. مطلع هستید که به خاطر اتخاذ سیاست عدم اطلاع رسانی به موقع، اتهامات زیادی متوجه مقامات ایرانی است و از طرفی بسیاری از خانواده‌های ایرانی در این ماجرا مصیبت دیده و داغدار هستند که بنده از همینجا خدمت همشون ابراز همدردی و میکنم و تسلیت عرض میکنم خدمت خواهران و برادران و هم شهری و هم ولایتی های خودمون، هم ایرانی های عزیز. ولی واقعیت این است که ایران چاره ای نداره جز تحمل و پذیرش مسئولیت و جبران خطا تا جایی که براش مقدوره و ممکن. اما به نظر من یکی از بهترین روش های تسلی خاطر بازماندگان این است که شرکت‌های بین‌المللی و به ویژه تیم اعزامی که از کانادا آمدن، از فرانسه آمدن، از خود بوئینگ آمدن، اینها رو مجاب کنن که متفقاً به یک تصمیم واحد برسن در مورد علت حادثه. درسته که این حادثه در نهایت منجر به سرنگونی توسط موشک شده، ولی اینکه این چه دلایل دیگه ای از جعبه سیاه بیرون بیاد که اون بتواند قانع بکنه افکار عمومی رو و خانواده های مصیبت دیده رو که این هواپیما بر اساس نقص فنی یا بر اساس شرایط خاص به مسیر عوض کرده یا هر علتی دیگه که من کارشناس این قضیه نیستم، به نقطه نزدیک شده که اون نقطه قرار گرفتن در هدف موشکی بوده و باید در حقیقت گونه ای از اقناع رو ساماندهی بکنن که هم مراکز جهانی، هم کشورهایی که در این ماجرا دچار مصیبت شدن و هم مردم ایران بتوانن قانع بشن. اگرچه فرمانده هوافضای ایران مسئولیت مستقیم این قضیه رو پذیرفت، اما پذیرش این مسئولیت به تنهایی فکر میکنم هنوز کفایت نمیکنه و باید توضیحات لازم درباره این تأخیر و تعویق در اطلاع رسانی رو هم به مردم بدن. نکته همینجاست، این که فرمانده هوافضا یک تنه این پذیرش این مسئولیت رو به عهده میگیره. آیا شلیک موشک دفاعی زمین به هوا رو در ایران فقط یک نفر تصمیم میگیره؟ من کارشناس نظامی نیستم، ولی بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌های مختلف و از اطلاعاتی که این روزها داره منتشر میشه این است که پدافند موشکی عین پدافند هوایی که یک نفر پاش نشسته و هواپیما رو آسمان ببینه شلیک میکنه، احتمالاً یه نفر باید تصمیم بگیره. حالا یه گروهی هم اگر هستن اونجا دارن رصد میکنن از طریق رادار، ولی تصمیم گیر نهایی در مرحله ابتدایی ظاهرا یک نفره، چون فرصت دفاعی بهشون داده نمیشه. 10 ثانیه 15 ثانیه اگه تو رادار اومد و در موقعیت حمله قرار گرفت ظاهرا باید دفاع کنن. من عرض کردم در این قضیه کارشناس نیستم و نظر قطعی نمیدم. شنیده هم هست جوادی حصار، الان بخشی از واکنش مردم خشم هست. اگر که از همون روز اول به صورت شفاف با این موضوع برخورد میشد، آیا عکس العمل بهتری از سوی جامعه نمیداشتیم؟ ببینید، یکی از ایراداتی که ما در فضای کشورمون به صورت کلی داریم این است که کارشناسی برخورد نمیشه. یعنی اینکه موقعیت نظامی با موقعیت عقیدتی با موقعیت سیاسی برای کاربر با همدیگه درآمیخته هستند، به نحوی که اون کاربر یا اون مجموعه کاربران موشکی تصورشون شاید این باشه، من تحلیلم رو عرض میکنم، خبر متقن ندارم، تحلیلشون شاید این باشد که این خطا رو ما انجام دادیم، ولی اگر این خطا در این مقطع زمانی که کشور در جوش و خروش درگیری با آمریکا و از اون طرف تشییع جنازه سردار سلیمانی است، ما بیام یه خبر این گونه رو و این خطای مهم رو علنی بکنیم، ممکنه تحت شعاع قرار بده. این تحلیل خطا میتواند منجر به یک خطای بزرگتر بشه که اون خطای بزرگتر
در موضع تهمت و بهتان قرار دادن جمهوری اسلامی است، یعنی اینکه جمهوری اسلامی رو در موضع پنهانکاری قرار بده، همون بهتانی که الان داره بهش میخوره. اگر همون روز اول اونها اجتهاد نمی‌کردند و یا به سرعت اطلاع رسانی دقیق می‌کردند و اصلا فرماندهی ارشد خودشون در ستاد کل نیروهای مسلح میرسید این قضیه و اونا تصمیم میگرفتن برای گزارش ماجرا، من فکر میکنم این مسئله این ابعاد رو پیدا نمیکرد. شجاعت لازم در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای فرماندهان در شرایط بحرانی مثل اون شرایط کار سختی است، ولی به هر جهت باید اتفاق میافتاد و متاسفانه عرض کردم اجتهاد مقطعی توسط جمعی از مسئولان و فرماندهان میتواند گاهی اوقات به تحلیل با یک تحلیل اشتباه منجر به یک هزینه گزاف و سنگین برای کشور میشه. آیا اینکه فرمانده نیروی هوافضا به طور کل مسئولیت این حمله، این اتفاق رو، این اشتباه رو بر عهده میگیره، فکر میکنید که به این دلیل نیست که به نوعی مسئولیت رو از دیگر مقامات و مخصوصا شخص رهبر جمهوری اسلامی سلب بکنه؟ خب شاید اینم باشه، ولی بحث در این است که در همه جا این قاعده رعایت می شود که وقتی در سطوح پایین فرماندهی اتفاقی می افته مقامات بالاتر مسئولیت رو به عهده می گیرند. اینجوری نیست که اگر یک خطایی در یک مقطعی اتفاق در یک سطحی از فرماندهی اتفاق افتاد تمام سطوح فرماندهی ملزم به پاسخگویی باشند. البته اونا حق مؤاخذه دارن، اونا باید مؤاخذه کنن زیر دستاشون که چرا این اتفاق افتاد و باید پاسخ به طلبند از اونها. این اتفاقات در تمام دنیا داره میفته. من متاسفم که بگم در همین دوروبر ما افغانستان، در یمن، در عراق، در ترکیه بارها و بارها اتفاق افتاده که نیروهای هوایی یک کشور نیروهای خودشون رو در همین نبردها و جنگها بمباران کردن، از بین بردن 30 نفر، 50 نفر. از همین رسانه خودتون چند بار من شنیدم پخش شده که مثلا اینا منابع خودشون رو به اشتباه بمباران کردن. این اتفاقات در جنگ میفته، به ویژه در جنگی که اون شب رخره حداقلش باید اینا وقتی در آماده باشه 100% دارن به سر میبرن. اون افسری که پشت پدافند نشسته اون احساس اینو میکنه که بعد از حمله موشکی به آمریکایی‌ها هر پرنده‌ای در آسمان به سمت اینا میاد احتمالاً یک پرنده مهاجمه و باید از نظر روانی پزشکان متخصص جهانی این قضیه رو مورد بررسی قرار بدن، یعنی پزشکان روانشناسان جنگ، اونها بیان بررسی کنن که آیا واقعاً اون اتفاق در اون لحظه به عمد بوده، در حالت دفاعی اتفاق افتاده، سرباز وظیفه ذاتی خودش رو انجام داده. اینا رو نمیشه ازش بوی توطئه استشمام کرد، باید کارآمدی سرباز یا پاسدار رو در موقع خودش ملاحظه کرد و از به نظر من بهترین کار این است که در این مقطع بدون تنش‌های حاشیه‌ای کارشناسان برجسته بین‌المللی با نظارت مجامع جهانی و در کنار ایران جعبه های سیاه این هواپیما رو باز کنن. اتفاقاتی آقای جوادی حصار، آیا الان نباید این انتظار رو داشت که کسی از مقامات بالا استعفا بکنه؟ چرا؟ شاید مثلا از فرمانده مثلا نیروی هوافضای سپاه بگه من استعفا میدم، یعنی باید توقع داشته باشن که استعفا بده. حالا این که استعفایشون پذیرفته بشه اون یه بحث دیگه است، ممکنه جانشین مناسب تری الان براش نباشه. این بحث است که تو رده های نظامی است. من حق، یعنی واقعا نه که حقش رو نداشته باشم، برای خودم قابلیت اظهار نظر در این سطور رو نمیدونم. شاید فرمانده ای در یه مقطع خیلی هم خوب عمل کنه، زیر دستش بد عمل کنه، اون زیر دست رو باید توبیخ کرد و اون فرمانده رو باید بهش تذکر داد. این چیزها چیزایی نیست که بشود باش برخورد احساسی به کرد. یه سوال دیگر که پیش میاد این هست که چرا رسانه‌های داخلی به نظرتون به جای تحقیق در این زمینه نه تنها روایت رسمی رو پذیرفتن بلکه حمله ور شدن به رسانه‌های و دولت‌های خارجی؟ برای که متاسفانه سطحی از بی‌اعتمادی در هر دو طرف وجود داره، یعنی برجسته سازی های ناهمگون گاهی اوقات در رسانه های بیرون از ایران، البته نه در میزان توقع خودشون و مقایسه خودشون با رسانه های آزاد بین المللی، بلکه در مقایسه با فضای داخل ایران،
برجسته سازیایی میشه که اینها همسد سازی در داخل و بیرون نمیتونن انجام بدن. بنابراین سعی میکنن بالانس کنن خودشون رو به این نحوی. بعدم اطلاعات در ایران در اختیار مطبوعات و رسانه ها اونطوری که در جهان غرب یا در بیرون از ایران گذاشته میشه، خب به این بدون هیچ تعارف اینجوری در اختیار قرار نمیگیره. شما در ایران نمیتوانی یک فرمانده نظامی رو به عنوان یک فرمانده نظامی مخاطب قرار بدی و بعدش بپرسی که چرا این کار کردی. او هر نداره به شما پاسخ بده. اگه پاسخ بده ممکنه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. شاید در دیگه جاهای دنیا هم اتفاق افتاده باشه. اون چیزی که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم این است که گاهی اوقات خطا توسط اون نیرو درست انجام میشه، یعنی به زعم خودش درست انجام میشه، حتی مورد تقدیر و پاداش هم قرار میگیره، ولی در فضای کلی غرامت پرداخت میشه، معذرت خواهی میشه. وقتی که ناو آمریکایی در خلیج فارس هواپیمای ایران رو زد، اون فرمانده اون ناو مورد تشویق قرار، مدال افتخار گرفت، اما خب دولت آمریکا هم پوزش خواست، گفت آقا ببخشید ما اشتباه کردیم، یعنی اشتباه کردن اینا. ولی این که اون پیامی که قبل از این پخش شد که آیت الله خامنه‌ای میگن که هواپیما رو زدین، خب غلط کردین که زدین، اون خطابش به رئیس جمهور آمریکا که نیست، اون خطابش اون افسر ناویس که میگه من اشتباه کردم. اون وقتی میگه اشتباه کردم به اون میگه غلط کردیم. ما هم میتونیم به این فرمانده‌ای که این کارو کرده، اگر من اشتباه کردم باید بهش بگیم تو غلط کردی، اشتباه کردی، با حیثیت کشور بازی کردی. اما سطوح رو نباید قاطی بکنیم، هر چیزی جای خودش به موقع خودش. قطعا ایران در این ماجرات اونجا که بنده میشناسم و میدونم تن به غرامت بین‌المللی هم خواهد داد، اگر از خانواده ها معذرت خواهی و پوزش و دلجویی خواهد کرد، ولی غم سنگینی که این روزها جامعه ایران رو داره میسوزونه این است که چرا چه اتفاقی افتاده که این همه مصیبت رو ما باید تحمل کنیم. آمریکایی‌ها عصبی کردن جامعه ایران رو، آمریکایی‌ها گلوی ایران رو گرفتن، فشار دارن میدن و رفتار عادی و منطقی و مناسب رو از تمام ارکان جامعه ایران دارن سلب میکنن. نه سرباز ما آرامش لازم رو داره، نه دیپلمات ما آرامش لازم رو داره، نه اقتصاد ما. آمریکا داره به ایران جفا میکنه به نظر من. ممنونم از شما محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد با ما. اینجا در لندن گروهی از مخالفان جنگ امروز در خیابان‌های مرکزی شهر راهپیمایی و تجمع کردند تا مخالفت خود را با هر نوع درگیری نظامی تازه در خاورمیانه اعلام کنند. سازماندهی این راهپیمایی و تجمع از چند روز پیش آغاز شد، هنگامی که خطر وقوع جنگی تمام عیار میان آمریکا و ایران به بالاترین حد خود رسیده بود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در مقابل دفاتر بی بی سی در مرکز لندن امروز تجمع و اعتراض مخالفان جنگ که احساس میکنن وقایع چند روز گذشته در منطقه خطر جنگ را افزایش داده است و عمدتا دونالد ترامپ را مسئول آن میدانند. شرایط خیلی خطرناکه. نمیفهمم که چطور جنگ میتونه درست باشه، قانونی باشه یا به نفع بشریت باشه. در روزهای گذشته با اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و به دنبال آن حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در عراق، نگرانی‌ها را در بریتانیا هم از شروع جنگ افزایش داده است. اینها مخالفان جنگ هستند، مخالفان جنگ با ایران، کسانی که فکر می‌کنن وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق هسته‌ای را رها کرد، در واقع کشورش رو در مسیر جنگ با ایران قرار داد. جنگی که میگن ممکنه نه تنها ایران و آمریکا رو درگیر کنه که کشورهای منطقه و حتی فراتر از منطقه رو. شما ایرانی هستی، آمدی برای این تظاهرات ضد جنگ، چرا؟ برای اینکه من از هر دو طرف خستم، از اینکه ایران همش تیتر اول روزنامه ها بوده، از اینکه رژیم ما اینقدر فاسده، از اون ور که ترامپ بله میکنه. من به عنوان یه ایرانی خستم از این اوضاع، فقط دلم میخواد که صلح باشه. دلم اصلا برای هیچ کدومشون، میدونم رژیم ایران خیلی خیلی هم فاشیسته هم دیکتاتوریه هم همه چیه، ولی از این برم نمیخوام کشورم بمباران بشه، نمیخوام مردمم بمیرن، میخوام فقط همه جا صلح باشه. اومدم صدام رو بلند کنم، بگم که نمیخوام کشورم به نام من به جنگ بره. تظاهرکنندگان قرار است که از اینجا به میدان ترافالگار بروند.
و آنجا قرار است که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر برای آنها سخنرانی کند. کسرانرچی، بی بی سی، لندن. کسرا از مرکز لندن هم اکنون با ماست. بیشتر به ما از این تجمع بگو و اینکه خبرها در ایران چقدر بر اون، مخصوصا خبرهای بیشتر در مورد سقوط هواپیما تاثیر گذاشته بر این تجمع. ناجی، الان در میدان ترافالگار هستیم. همونطور که در گزارشم هم گفتم، تظاهر کنندگان به اینجا آمدن. این چند صد نفر تظاهرات ضد جنگ رو میبینیم که اینجا هستن، دارن به سخنرانان گوش میکنن. پلاکارد هایی علیه ترامپ، علیه جنگ با ایران، که جنگ با ایران رو نمیخوایم، ترامپ رو نمیخوایم و خواهان مذاکرات هستیم. تظاهراتی است که امروز ائتلاف ضد جنگ در بریتانیا این را راه انداخت، به خاطر نگرانی هایی که از شروع جنگ در منطقه هست. کسانی که فکر می کنند که این تحولات چند روز گذشته در ایران و عراق خطر جنگ رو به شدت افزایش داده، کسانی که فکر می کنند دونالد ترامپ با همین اصطلاح خروج از توافق هسته‌ای آمریکا، ایران و جهان و منطقه را در مسیر جنگ قرار داده. اگر من این طرفم به شما نشون بدم، این طرف سخنرانان دارن صحبت میکنن. همین 10 دقیقه پیش جرمی کوربین رهبر حزب کارگر اینجا صحبت کرد و صحبت از این که هیچ بهانه‌ای کشتن قاسم سلیمانی را توجیه نمیکنه. به گفته او هیچ بهانه‌ای موشک باران پایگاه آمریکایی را توجیه نمیکنه. هیچ بهانه‌ای هدف قرار دادن یک هواپیمای مسافربری را توجیه نمیکنه. صحبت آقای کوربین این بود که ما خواهان صلح هستیم، خواهان حقوق بشر هستیم، میخوایم که دولت بریتانیا از نفوذی که داره استفاده کنه برای مذاکره، برای حل مشکلات منطقه و همچنین قطع فروش اسلحه به عربستان سعودی. به هر حال این را بگم که این نگر اتفاقات چند روز پیش گذشته واقعا نگرانی ها رو زیاد کرده در اینجا. اینجا سخنرانانی هم داشتیم که ایرانی بودن و صحبت کردن و عراقی و از زاویه ایران و عراق هم اینجا صحبت کردن که نه مردم ایران خواهان جنگ هستن، نه مردم عراق خواهان جنگ هستن و نه مردم بریتانیا. متشکرم از تو کسرا. ناجی در مرکز لندن با ما رضا حیات داوودی، عموی حدیث حیات داوودی، از قربانیان سقوط هواپیما از ویلز در بریتانیا با ما هستند. آقای حیات داوودی، لطفاً بیشتر به ما بگید از زمانی که این خبر رو شنیدید و در مورد حدیث حیات داوودی. من همونطور که میدونید عموی حدیث هستم و متاسفانه در اولین ساعتی، در نیم ساعت اولی که این اتفاق افتاد، خودم شخصا با خبر شدم و یه شوک بزرگ بود که هنوزم هست. در واقع نمیتونستم باور بکنم اون چیزی رو که جلو چشم از اخبار میدیدم. مرتب میگفتم نه، این نمیتونه اتفاق افتاده باشه. من منتظر بودم که ایشون پرواز بکنه و 5 سال بعدش از اوکراین به ما بگه که ما رسیدیم، ولی خب متاسفانه خبر بد و من خودم اولین نفر متوجه شدم. در مورد حدیث بیشتر به ما بگید، برای چی در ایران بود، به کجا می رفت؟ حدیث در کانادا، در دانشگاه وسترن لندن کانادا درس می خوند. حدود 1 سال بود که اونجا بود و به خاطر تعطیلات کریسمس به ایران برگشته بود. با خانواده دیدار داشت و از تعطیلاتش هم تا اونجایی که من می‌دونم خیلی لذت برده بود. قرار بود اون روز چهارشنبه برگرده و درساشو از سر بگیره که اون اتفاق لعنتی افتاد و بقیه رو همه ما می‌دونیم. الان شما و باقی اعضای خانواده از این خبری که امروز ایران تایید کرد سقوط هواپیما رو بر اثر اصابت موشک، چه احساسی دارید؟ احساس تنفر از یک
رژیمی که برای جان انسان‌ها هیچ ارزشی قائل نیست. این احساس شخصی من است.